شما برای اینکه اگه حالا مدل کارت گرافیکتون انویدیا هستش میتونید اینو روش کلیک بکنید و دانلودش بکنید. ریکوایرمنتش نمیشه 2 گیگ باید رم داشته باشی، 16 گیگ هم استوریج باید داشته باشی یا همون هارد، و پروسسورت هم باید حتما 64 بیت باشه. ولی ریکامندش که گفته من پیشنهاد میکنم این باشه خیلی بهتره، 4 گیگ رمه و 16 گیگ استوریج و پروسسورت هم 64 بیت باشه، که اگه بیشتر از این هم دارید که خیلی خیلی بهتر هستش. و فایل سایزش هم 2 گیگ بدون انویدیا، 2.36 با انویدیا، خودش اینجا نوشته. و این هم دیگه کاری نداره، شما اینو اگه AMD یا اینتل بودید اینو دانلود میکنید، و اگر انویدیا داشتید اینو دانلود میکنید. خب من یادم نمیاد چون خیلی قبلتر اینو دانلود کرده بودم، احتمال خیلی زیاد من خودم انویدیا رو دانلود کردم. و دیگه سایتش هم میدونی سرازنه، حتی دسکتاپ و لپتاپ رو هم میفروشه این سایت. میبینی لپتاپش اینجاست که روش من نخریدم، ولی قاعدتا باید لینوکس باشه دیگه، روی اینا باید لینوکس نصب کرده باشه. نمیاد وقتی سیستم عامل داره، سیستم عامل خودش اختصاصی ساخته، بیاد ویندوز روش نصب کنه یا مک نصب کنه، میاد چیکار میکنه؟ لینوکسش رو نصب میکنه. پس اگه دوست داشتین حالا اینجا رو سر بزنید، قیمتاش شاید برای یه فردی که تو خارج هستش خوب به نظر بیاد، ولی همین الان برای ما مثلا ممکنه 40 میلیون آب بخوره. در اصل کاری نداره. دانلودش که کردید بریم سراغ VMware. به خاطر اینکه پاپوس هم از اوبونتو داره استفاده میکنه، تقریبا مراحل نصبش یکسان هستش با اوبونتو، یک شکل به نظر میاد. حالا یه نگاه کوچولو میندازیم اینو که مثل هم هستش. گفتیم چون اوبونتو از اوبونتو استفاده میکنیم، نکست رو میزنیم، اسمش رو میذاریم پاپوس 20 که بدونیم نسخه که 20 هستش. 50 گیگ هارد بهش میدیم. ای داده بیداد، اشتباه زدیم. خب پاپوس 20 نیکست از اینا، اینم 50 گیگ نیکست. کاستومایزش میکنیم، بهش 4 گیگ رم میدیم، فایل ایزو میدیم. بعد از اینکه فایل ایزو دادیم، یه کوچولو رم و افزایش گرافیک و افزایش میدیم و به جای 700 مگ یه گیگ گرافیک بهش میدیم و کلازو میزنیم. ماشین مجازی رو استارت میکنیم، من سعی میکنم ماشین روشن بشه، بعد برمیگردیم. خب اینم از سیستم عامل پاپ او اس. میبینید که محیط خیلی جالب و جذابی داره. من همون انگلیش رو انتخاب میکنم، سلکتش میکنم، اینم به صورت دیفالت جلو میریم، اینجا هم به صورت انگلیش انتخاب میکنیم. اینا رو قبلا دیدی توی ویدیو اینستا رو میزنم و میگم که کلا هر جوری که سلام میدینی هاردم انتخاب میکنم، میگم اریزش کن و اینستال بکن. بعد میگه درایو اینکریپشن، من میگه درایو تو میخوای اینکریپت بکنی، رمزنگاریش بکنی؟ میگم نه نیازی نیست، اگه دوست داشتی میتونی یه پسورد خیلی قوی بهش بدین، 1 2 3 4 5 6 ندید، و بعد از اینکه پسورد دادید اینکریپت میکنه با اون پسورد. و میگم فعلا دونت اینکریپت کن، یعنی نمیخوام اینکریپت بشه، نمیخوام رمزنگاری بشه. شروع میکنه به فرمت کردن هارد و دیگه بقیه مراحل میره برای نصب سیستم عامل پاپ او اس. خب نصب سیستم عامل تموم شد. یه اعترافی رو باید بکنم که خیلی سریع تموم شد، یعنی تایم ویدیو که بالا میرفت اگه میخواستم کل ضبط رو بذارم، ولی نسبت به سیستم عامل های قبلی که نصب کردیم یکی از سریع‌ترین سیستم عامل، حتی از MX Linux هم سریع‌ترین سیستم نصب شد. حالا من ریستارت میکنم این کامپیوتر رو، این ماشین مجازی رو،